خدا در باورهای یونان فقط به یک نفر شمشیر داد تنها کسی که صاحب شمشیری به اسم مارس بود کسی که دنبال کشورگشایی نبود دنبال خون خوردن و قتلهای دست جمعی بزرگ بود فقط برای اینکه ثابت کنه من آتیلام آتیلا یکی از خوناشام ترین فرمانده های روم کسی که از شرق تا غرب اروپا ازش میترسیدن کسی که در سردترین نقطه اروپا دووم آورد گرگ های خاکستری رو تشکیل داد و در نهایت به ایران حمله کرد امروز و همراه من باشید تا در مورد آتیلا رهبر گروه هون و یکی از خوناشامترین و بدترین امپراتورهای های روم باتون حرف بزنم کسی که اون رو رومیان اون موقع و تاریخ تازیانه خدا نام میبره آتیلا سال 405 میلادی یکی از رهبران قوم هون بود که بزرگترین و مخوفترین امپراتوری رو در اروپا از رود اورال تا دانوب تشکیل داده بود. در زمان فرمان رویش یکی از مخوفترین دشمنان امپراتوری های روم غربی و شرقی بود. رومیان به اون لقب تازیانه خداوند رو داده بودند. مرگ عموی آتیلا به نام روگیلا در سال 424 میلادی موجب شد اون با برادرش به اسم بلدا یا به عبارت همون بودا که فرزندان مونجوک بودن کنترل امپراتوری هون رو به دست بگیرن آتیلا دو بار به بالکان لشکر کشید و قبل از شکست در نبرد چالون که از فرانسه باخته بود تا اورلان پیش رفت در سال 452 امپراتور روم غربی والنتینای سوم رو از پایتختش راونا بیرون کرد و به قسطنطنیه و روم رسید اما این دوتا شهر رو نابود نکرد در مارس 451 میلادی آتیلا همراه هفتاد هزار جنگجو و خونوادههاشون از راین گذشت جرمن ها وحشت کرده بودند که این آدم داره میاد به سمتشون چون وحشیگری این آدم در فرانسه انقدر زیاد بود که مثل یک کابوس در گوش تمام اروپایان اون موقع داشت میچرخید و همه اونا به این امید چشم رو میبستند که فردا که بیدار میشن حداقل بتونن جایی رو ببینن. افسانه ای که رحم نمیکرد، افسانه ای که فقط نابود میکرد خون میریخت و اصلا اهمیتی نداشت زن بچه مرد این آدم کارش کشتن بود قدرت قدرت بسیار زیادی که آتیلا داشت مس تراوا پاریس و اورلان فرو ریختن در بهار سال بعد آتیلا تلاش کرد که به سمت ایتالیا بره نیروهاش هیچ مخالفتی با این آدم نداشتن چون تنها چیزی که میدونستن این بود که باید بریم غنایم اونا رو بگیریم اصلا دقدقه اینکه بخوایم به بازیمو نداشتن مطمئن بودن که پیروزن فقط به دنبال گرفتن منابع همین و بس کابوس ایتالیا شروع شد آتیلا وارد ایتالیا شد ارتشش آکوویلیا رو با خاک یکسان کردن و ساکنان اونجا فقط کسایی که تونسته بودن قبل از حملش فرار کنند به مرداب ریالتو یا به عبارتی ونیز امروزی پناه برد وقتی که به سمت روم شروع کرد که دوباره روم رو بگیره و این دفعه نابودش کنه با هیئت سفیران پاپلوی یکم برخورد کرد مذاکره کردن مذاکرات خیلی جلو رفت اما آتیلا خوی ریختن خون داشت مگه این آدم اومده بود که مذاکره کنه آدم آدم مذاکره نبود آدم کشتن در مذاکره وقتی که اون پیشواهای مسیحی خیلی تلاش کردن که اسم دین و انسانیت رو یاد این آدم بیارن یک جمله میگه میگه من قسم میخورم که اسبم باید از رودخانه ای در اسپانیا آب یعنی من باید تا اسپانیا رو نه اینکه بگیرم باید ویران کنم اما اینجا خدا به اروپایی رحم کرد و آتیلا تصمیم گرفت که با نیم میلیون از ارتش بزرگ هون ارتشی که بسیار سوارکارهای چابکی بودن اصلا تفاوتی نمیکرد در سرما گرما آب گل خشکی به جنگن اونا میکشتند و با همین اعتماد به نفس نقشه حمله به ایران رو کشیدند. اما حواسش نبود که ایران در دوره ساسانیه پلیس مخفی ارتش ساسانی لحظه به لحظه تحرکات ارتش آتیلا رو زیر نظر داشت به دستور شاهنشاه ایران شهر یزگرد دوم پسر بهرام گور ارتش ساسانی در کوههای قفقاز پنهان شدند به طوری که از دشتهای بی آب و علف تا علفزارها و جنگل و کوهستان در یک خط دفاعی چند صد کیلومتری آماده پذیرایی از آتیلای هون بودند هونیا آروم در حال پیشروی بودند که ناگهان گلوله های آتشینی با منجنیق ساسانیان بر سرشون شروع کرد به ریختن ارتش ایران از دشت و صحرا و کوهستان سوار نظام های سنگینی رو به سمت آتیلا فرستاد هزاران نیروی ارتش شاهنشاهی با سلاحهای های کارآمد و فیل های جنگی زمین را از خون هونی ها پر کردند انقدر قرمز میشه که شما هیچ اثری از خاک نمیدیدین فکر کن اروپایی به این آدم لقب تازیانه خدا رو داده بودند تاریخ در مورد این حماسه میگه که آتیلا بسیار تلاش کرد که وارد ایران شهر بشه اما ارتش ساسانی چنان گوشمالی به اون ارتشش دادن که بعد از اون نه تنها آتیلا عقب نشینی کرد بلکه خیال حمله دوم به ایران رو از سرش به کل پاک کرد بعد از لشکرکشی ناموفقش به ایران تصمیم گرفت که به امپراتوری بیزانس حمله کنه این حمله انقدر بزرگ بود و انقدر این آدم با جدیت پیگیر این حمله بود که خیلی از شهرهای اون موقع اروپا رو نابود کرد اما در نهایت در دشت کاتالانها با فلاویوس میجنگه و اونجا شکست بزرگی رو متحمل میشه. آتیلا و هونها بزرگترین تهدید برای اروپا محسوب می شدن. اونا تو بدترین حالت به عنوان بربرهای خرابکار و قارتگرهای خشمگینی به شمار می‌رفتم که به چیزی جز سرتگری، کشتار، قتل نفس و غلاغم کردن اقوام فکر نمی کردن. همین قضیه باعث شده بود که مسیحیان آتیلا رو یک نفرین خدایی بدونه آتیلا به عنوان جبار و مخالف مسیحیت و همچنین به عنوان حاکم ویرانگر جهانی بود که پر از دینی شده بود که مردم خدا رو بالاترین چیز میدونستن اما آتیلا اومد و خودش رو پسر خدا معرفی کرد کسی که شمشیری داشت به اسم مارس که میگفتن خدا به اون هدیه داده خدا پسرش رو فرستاده تا عدالت رو به شکل خودش به دنیا نشون بده اما عدالتی که فقط در کشتار خلاصه میشد اما آتیلا در شب زفاف آخرین عروسیش خون دماغ میشه خیلی ها گفتن خون داخلی میکنه اینو یادمون نره که آتیلا رو توی سه تا تابوت گذاشتن و بعد دفنش کردن تابوت اول که از جنس طلا بود که ارزش این آدم میرسوند تابوت دوم که از جنس نقره بود که میخواست بگه سربازاش اندازه نقره که سکه های رایج اون موقع بوده واسش با و تابوت سوم فولاد بود که از جنس شمشیرش بود و نمیخواستن هیچ وقت دست دشمناش بهش برسه آتیلا در کف رود تیزا دفن شد انقدر مرگ آتیلا برای مردمش سخت و سنگین بود که گریه نمیکردند. تاریخ میگه خیلی از طرفدارای آتیلا رگشونو بعد از شنیدن مرگ آتیلا زدن خیلیا کنار رود تیزا دچار توهمی شده بودن که انگار خدامون مرده در بیشتر کشورهای اروپای غربی آتیلا نمادی از بیرحمی و تجاوزگریه برعکس برخی از تاریخ نگارا اون رو پادشاهی شریف و بزرگ میدونستن آتیلا در فرهنگ مجارها و ترکها و فرهنگهای وابسته به این کشورها یک قهرمانه در افسانه های اسکاندیناوی آتیلا بسیار فرد نیکیه در منظومه های حماسی آلمانیا آتیلا یک بلای آسمانی نیست اون پادشاهی صلح جویه که میلی به کشورگشایی نداشت فقط اومده بود ارزش خدای خودش رو به مردم اون موقع نشون بده آتیلا بچه های زیادی داشت اما تو این بچه ها سه تا از بچه هاش اسم درخشانی در تاریخ دارن الاک، دنگیزیخ و ارناخ که بعد از مرگ پدرشون یک جنگ بسیار تمام ایار رو مثل پدرشون و رفقاش انجام میدن و در نهایت الاک برادرای خودشون میکشه و پادشاه هون میشه خیلی ممنونم که امروز هم همراه من بودید تلاش میکنیم که بهترین ها رو برای شما چون لایق بهترین هستید بس و امیدوارم که از گوشه های از تاریخ لذت ببرید. تا دیداری دیگر بدرود.